کی گفت سر رأی انتخاب درست انتخابات 1400 نظر و حواشی ترافیک ثبت نام کنندگان واسه سه شدن مهلت قانونی رقبای اصلی مشخص وعده‌های داده شده تحقق پیدا کنه. سلام، اگر از مردم کشورمون درباره خصوصیات رئیس جمهور مورد نظرشون بپرسیم، اغلب درباره ویژگی‌های مشترکی صحبت می‌کنن که قابل تأملن. یکی از اونها ساده زیستی و دوری از اشرافیگریه. یکی از تصاویر بجامانده در ذهن بسیاری از ما به عنوان یک مسئول ساده زیست همین تصویر از شهید رجایی است. جلوه ای از شباهت یک رئیس جمهور به مردمی که انتخابش کردن. پای سفره نشستم، دیدم که پلو و خورشت و نوشابه و میوه و ماست و انواع خوراکی ها بود. اونجا از خودم پرسیدم که تو آیا اونی که به اونا میگفتی راست میگفتی یا این کاری که اینجا داری میکنی؟ اینه که اصرار کردم که سفره رو از اون رنگین بودن بیارم بیرون. حقیقتش اینه که الان که ما سمت داریم و پست داریم، چون میریم با مردم صحبت میکنیم، میگیم که خب انشاءالله درست میشه، اگه نذاری صبر کنی طاقت بیاری، خب این درست نیست که ما خودمون کمتر از همه طاقت بیاریم. الگوی مردمی بودن یک رئیس جمهور که بیشتر به ساده زیستی تعبیر میشود، همواره مورد توجه رای دهندگانی بوده که میخواستند رئیس دولتشان نه خود را تافته جدا بافته بلکه از جنس مردم بدانند. چه بهتر که اون رئیس جمهوری که منتخب میشه راه و روش شهید رجایی رو انتخاب کنه. اگه بین مردم زندگی کرده باشه، درد مردم آگاه باشن، دقیقا میدونن که مردم چه میکشن و کجاها کمبود دارن. اگه تجمل‌گرا باشه طبیعتا نمیدونه که سطح متوسط جامعه چی میکشن. مردم انتظار دارند کسی که مسئولیت پیشبرد امور را بر عهده می‌گیرد، از ابتدا تا انتهای کار در زندگی و رفتار تغییری نکند. در رفاه باشه ولی در به فکر مردم باشه. خونه‌های آنچنانی، ماشین‌های آنچنانی زیر پاشون اصلا نگاه نمی‌کنن که مردم چه بدبختی دارن می‌کشن. مردم شاید 80% ساده‌زیستن. توقع دارن که رئیس جمهور مثل خودشون باشه. راهش مردمی بودنه، با مردم زندگی کردنه. تو بازارا بیان، تو مسجدا بیان، از مردم نترسین. همین مردم شما رو سر کار آوردن. کسی که مرفه نشینه اصلا نمیتونه درد طبقه پایین رو حس کنه. ساده زیستی جز لازمه یه رئیس جمهور هستش که توده قالب مردم زندگی ایشون رو ارگو قرار بدن، قبول بکنن و بتونن خودشون هم بهتر تلاش بکنن در زندگی. امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران درباره ساده زیستی مسئولان همواره تاکید داشتند و جملات مهمی دارند. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. انسانی که اگر خودشو از جامعه برتر بدونه و به سوی کاخ نشینی بره، خب مسلما دردهای ما رو نمیدونه. ما انقلاب کرده بودیم که خلق و خوی کاخ نشینی رو از بین ببریم و به فکر کاخ نشینا و مستضعف طبقه مستضعفین باشیم. به خاطر همین انقلاب کردیم و اگر بنا بشه دوباره همون روال ادامه داشته باشه، باید خاطره اون دولت خون ما نمیخوام همچین دولتی رو. رهبر انقلاب نیز در برهه‌های گوناگون تا کنون با یادآوری اینکه ساده زیست بودن هیچ منافاتی با رفاه ندارد، از عنوان ساده زیست درداشنا به عنوان یک شاخص مهم مسئولان یاد کردند. بهترین را انتخاب کنیم. بهترین کیه؟ من نسبت به شخص هیچ گونه نظری ابراز نمی کنم، اما شاخص‌هایی وجود دارد. بهترین اون کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافیگری خودش نباشه. آفت بزرگ ما اشرافیگری و تجمل پرستی است. به نظر میرسد مردم همچنان برای رسیدن به انتخاب آگاهانه و فرد اصلح، ملاک‌های شخصیتی و برنامه‌های مدیریتی را در کنار هم خواهند دید و حواسشان به رفتار، گفتار و سبک زندگی نامزدها و میزان صداقتشان در این باره خواهد بود. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.